بچه ها بسه پایم جونه هست رنگش ایده آل شده امروز هم نوبت لباس نرگس چونه ببین چی از آب برمیاد بفرمی صحبه خیلی خوشگل میشه چون صحبونه هم من بهشون دادم جا تو خیلی سر کن برگه جون بچه های من تا کوچیک بودن خیلی توپل و سفید و بامزه بودن بعد میگه که چند ساله بهت گفتم بچه بیار گوش نکردی به حرفم حالا این گربه هر که خواب دیدی و بردار بیار همجا عشقای من این بارون میمد رو بچه سلام میکنم خدمت دوستان نوبتی هم که باشه امروز نوبت لباس منه و نهار درست کردن من دیگه نهار درست کردن من با صبحانه شد زودتر اومدیم که یه صبحانه خوشگل براشون بچینم بخورن انرژی بگیرن هم خاله لباس منو خوشگل تر بدوزه هم کمکم کنن میخوام نهار درست کنم خب گولشون بذارم با این صبحونه این نونو گفتن نون اصلیه اصل و گردو اینم نون شاتوته خیلی برام جالب بود که رنگش صورتیه ببینید چقدر خوشگله اینجوری بچینه سلام به همراهان نرگسجون امیدوارم حالتون خوب باشه صبحتون هم بخیر من هم از پشت دوربین به همه سلام میکنم به جای که خودمو ببینید این منظره رو ببینید خیلی قشنگتر از منه سلام امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه این بوی نون میچشون آدمو حال داره میاد حالمون حال قیمت سبزی نکنه میخواسته واسه ما قیافه بگیره اینو با خود سبزی نمیگیره آره سلام دیگه خانم سلام حالش باشه حتما کنده نمیشه دیگه گذاشتم ببینم چند این قیمتش 250 ببین تو رو خدا جنوبیه. اینقدر زحمت میکشن آره. این نرگس تمام اینا این چی بهش میگن حسیرا اینا باید شسته بشه خیس بخوره بعد دوباره بیارن هر موقع که این سبدا رو باش میبافن اینقدر تیزه که تمام دستشون رو میبرده بعد به این زحمت 250 اینه که من خیلی دوستشون دارم آره ما رفتیم چیز خریدیم از بندر تازه خرید ما 250 تومانه به اون تفریه که سن بالا میگو اکثرشون افراد مسنه میشنن با فهم فکر کن چقدر بهشون میدم نیستش کمتر اصلا مثلا فرشا رو الان خیلی من از این قضیه ناراحتم که فرشای دستباف رو اینقدر کمتر از نیست به اون کسی که بافن دست میدن اینقدر زحمت کشید سود اصلش واسه کسایی که خب حالا تاجرش هم خرید همون دیگه تاجره تاجر میشه با اون زحمت آره. قالیباف همچنان یه کارگر ساده باشه بیتاورز هم همینطوره برنجا به نظرم یکی از خوبیه فضای مجازی این شده که خود کسی که اون هنر داره میتونه مستقیم مشتری پیدا بکنه آفرین یکی از خوبیه شه یه فنجون دیگه به من بدی کافیه نه که بچه طاقت نیاره تو شما بیایی خوب کردی خیلی گرسنه‌ام بود میشه جان نون شاتوتیه بذار اون برم ولی رنگش معلومه که طبیعیه چون یه رنگ خیلی کمی داره صورت آخه دستتون درد نکنه بابا چه صبونه بخور چقدر هم بده غذا چیز نوشیدنی سرد نگین بعضی روزا اینجوری میشم دلم واقعا قبلش خون باشه یه آب جوش بخور بعد روش آره من گفت اصلا آن دیشب چقدر در موردش صحبت
صبح هم که چند مدله من گیج میشم. نو گیج مدل میگم از کنی ولی یه دونه که از همونو من 90% اوقات همونی که جلومه. آره زیاد چیزی میکنم. خب الان کره من بذارم یه بشقاب بیارم یا نگی که تو ببین میز من فکر کنم چی بوده این قهوه سر رفته خب من ظرفا رو بشونم، بادمجونم هم شستم اونجاست. برم توی ایوون پوست بگیرم و شروع کنم غذا درست کردن. چه غذایی بخوریم؟ دستپخت نرگس بانو. داشتم به ساناز میگفتم دیشب خواب دیدم یه گربه آوردم، حالا نمیدونم انگار مال من بود دیگه، تو خونه ما بود، چشماش آبی. اینو دیدم یادم افتاد، آبی آبی، خیلی خوشگل، خودش سفید، خیلی بانمک بود. تو فکر این افتادم که برم یه گربه بیارم، ولی خب خیلی سخته، حیوان خونگی واقعا سخته، هرچی که انرژی مثبت بهت میده و خوشحالت میکنه ولی در این حال سخته. ساناز به من میگه که تو که هرچی من بهت گفتم یه بچه نیوردی، بچه های تو توپل هم بچه های من تا کوچیک بودن خیلی توپل و سفید و بامزه بودن. بعد میگه که چند ساله بهت گفتم بچه بیار، گوش نکردی به حرفم، حالا این گربه هر که خواب دیدی و بردار بیار. میگن موبلوی نرم چنگ میزنه، من شنیدم من دیدم اصلا چنگ میزنه. آره سخته، خیلی سخته، مسئولیت روزی بچه آوردنه. اگه قرار بودی حیوان خونگی بیاری چی می آوردی؟ بیاری برفی. اصلا اخلاقم حیوان خونگی نبوده آخه. همیشه خواهی بینندام گفتم نه. آها الان تصور کنم که باید سیم می آورده از سر رو خیلی دوست. محمد عاشق میمونه، علی گربه می گفت، کلا الان نیاز به باقی داشت. حیوان مو کلا سخته. ببینیم خاله نظرش چی؟ سلام. علیک سلام خانم. خاله اگه قرار بودی حیوان خونگی می آوردی غیر از لیدی، خب چی انتخاب می کردی؟ گربه. خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. بعد اصلا از اول هم دوست داشتم که با لیدی جور باشه. بعد چیزه منتها از اول هم گربه داشتم دیگه، بعد بچگی می آوردم. میشه الان بچگی بیاری؟ آره بچه بچه باشه این باش عادت میکنه. آخ خدا من تو گیر رای بردم بچه گربه. خاله من گیر میارم میشه بزرگ، من خیلی دوست دارم. آره ویدیو می داشتم چند روز پیش اتفاق بود، اینقدر دوست دارم لیدی با یه حیوان باشه. چند روز پیش داشتم گفتم که حیوان خونگی من دلم میخواد اجازه ایدئالامه، دو تا گربه داشت باشم، دو تا سگ. خیلی دوست دارم. یه دونه پیدا کردم که از چیز روز شب بارونی بود، از لونش که مثلا مادرش تو سقف درست کرده افتاده و پایین، سفید مشکی هم بود. بعد مادرش هم میدونستم کجاست، من تا اون شب گمش کرده بودم. بعد اومدم لیدی رو چیز کردم، بچه رو آوردیم تو اتاق که تا مادرش رو پیدا کنیم بهش بدیم و اینا. چیز کرد لیدی اینو لیست زد گذاشت اینطوری، خوشو لوله کرد گذاشت زیر سینه‌اش. آره خیلی کوچولو بود بچه. بعد اون با بچگیش فیش فیش میکرد به لیدی. آره بعد چیزه اون شب این بچه پیش ما بود، پیش ما بود و لیدی هم چیز داشت با این بازی میکرد، اما تو این میرفت توی رخت خواب قایم میشد، این ورمار قایم میشد و لیدی هم دنبالش میگرد. لیدی که از آخوراک و اینا همه افتاد که بس که علاقه به این داشت، اینا هی میرفت پیدا میکرد، مثلا میرفت میشست نم لا رخت خواب آقای همشد همجور میشست بشه. آره بعد دیگه چیز کردم بهش، گفتم که حدت این بمونه و اینا، گفت نه شیر میخوره و مادرش الان دنبالش میگرده و فلان و اینا. مادر فرداش دیدیم که بچه هاش آورده روی حموم پشت خونه ما، یه همون داشتیم تو راه رو، مثلا کلا بچه دام شد بچهش میورد اونجا من بزرگ میکردم. بعد دیگه گفتم این بچه رو لیست زده بوش عوض شده، مادره قبول نمیکنه.
گفت نه گناه داره شیر میخوره بذار. ولی لیدی هم غذا افتاده. عقلمون نمیرسید که لیدی یه مدت غذا میفته. ولی بعد اینا شد. مثلا شب گشودم روی توی سبد روی میز ناهارخوری که حالا شبه و خفش نکنه اینا. اونم بالا بیدار بود اینم این پایین بیدار بود. خلاصه اولش عقلم نمیرسید که درد سر اولش ولی بعد اینا بزرگ میشن با هم عادت میکنن. هر دادم گوی شیرخورست بده به مادرش. ما که دادیم به مادرش دیدم که مادر بچه ها رو میاره چند روز گذشت. بچه ها رو میاره من به اینا قضا میدم این نیستش. اینم سفید مشکی بود انقدر خوشگیر من خوابیده بودم اومده بود اینجای من میخوابید. آره خیلی بانمک بود. این دو روزه خیلی به ما خوش گذشتیم به ما پیش ما بود. بعد چی؟ حالا نگو که مادره همونطور که من گفتم بوش عوض شده بود اینو قبول نکرده بود. بعد بچه افتاده بود پشت آبگرم کنه تو حیاط. نتونسته بیاره من نمیگودم عداد این بچه نیست این کجاست بچه های دیگر من میبینم این نمیاد غذا بخوره. بعد رفتیم دیدیم که افتاده پشت چیز خوش شده مرده سرد بود خیلی سرد بود. ببین نگین باورت نمیشه من این بچه رو حداد چاله کرد پای درخت که اینو چالش کنم همجا عشقای من این بارون میمد رو بچه به خدا اینقدر ناراحت شدم هنوز که هنوزه دلم میخواد یه دونه کوچولو بیارم خیلی خوبه. الان دوستای من این کارو کردن دارن. آره خیلی این کارو میکنن. کارتون گارفیلد هم همین بود. آره. ظرفامو شستم. جمع جو کردم. بریم بادمجون پوست بگیریم. اتفاقی لباسات ست شده. آره ببین با پیش بندم. عشان بری بیرون. چی شده؟ جشن تایید خیلی به خوشم اومد خیلی فامزه. ببین سن از یک سین جوری هم از آن بگیر آشپز شدم. این هم بگیرید این که واسه آشپزی نیست باب دیب بوده بیم چی بگم آخ چقدر خوب بود از اینا داشتیم این موقع که کار زیاد بود بی بی جی بابی جی بو همه جا تمیز ماما نمیخوام اینجوری بی نظم پوست بگیری برو نظم بده که اینجاش بی نظمه نه 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 بده برو یه ذره اینجاش اینجوری دوچار انحلال شد گل شد نه گفتم گرد گرد نباش خوش گل شد نه یه لایکی کامنتی دیدی آیسام میگه ای نه من نمیبینم نه خرسن گرد بزن دکمه یه لایک و دکمه سابسکرایب و اگه میخوای بگیره خشی مانیتازا چی؟ آخر شدم رفت زور شد ای بچه ها مثل خودم جمعه اومدم بگم خوشگل جمعه اومدم بگم جایزه داریم میدیم خیلی زحمت کشیده قدر خوشمزه نوزو درست میکنن یه دفعه دیدم مثل خودم جمعه دست درد نکنه هانیه ببین چقدر سبدای محال و هوا داره خیلی خاله خرید این چیزا خیلی ذوق داره آره آره خیلی خوبه خدا نگیم 90% مواقع من این رو دارم تو کاور سنا جان 70% دخترای ایران بدون اغراق 90% مواقع با من عکس کاور دارم سلفی میگیرم حالا من چی ادای من در 90% مواقع چه جوری ساناس ساناس نه 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 عمودی افقی یا نه آره ماس میگه یا هم اینجوریه فکر میکنه اسم کاور رو کاور چی بزن نه اگه چه جوری عیزم سعید نرگس یا سعید خانم یا داره کار کنه یا داره حرف میزنه داستان میده آره دفترش دستشه میشه بعد آها بسرش دفعه یادش میفته وایسه بعد واسه ما هم میگه واسه آره و یه دفعه میگه چیه بعد با دلسوزی یا تعجب خیلی خوبه واقعا کاش میشد یک بار همین جور که برای ما تعریف میکنه برای شما ویدیو داستان خیلی اصلا زمین تا آسمون فرق داره علی عاشق داستان گفته آره میگه واسه هم بگو داستان آره بچه من خوابم میبرم داستان خیلی به سن و سالش نمیخوره میگردم یکی مثلا حالا به دردش بخوره و میگم آره خیلی ترسناک رو خیلی دوست داره آره خب نه. شمالای قدیم من. این شمالای قدیم. شمال قدیم. شمال قدیم. چون قدیم میومدیم شمال خیلی رو تکنیک
ماهی درست که این بالنجون درست میکردی؟ یادش بخیر. کی مثل خطکشه؟ انجام بدم من رو میگیرم سری فر میگیرم همراه ها نمیبینن پرسن ها نه الان هانی داشت عدای نرگس رو در بیاره عدشو در بیاره همینجوری همین به مرفوزن نمیخوام چرا واقعیت رو نشون نمیدی؟ خیلی سانی میتری که جلوی دیگه عدای همینگه رو در میارن چیه میگم میگم گوه خریداری بگو نه ممنون میگم یعنی یه ذره میشه یه ذره تقسیم کار کردی کمتر خسته شه روزایی که روزای بقیه هست همه با هم بهتر کنار میان تا نرگس نه من میدونی چی میگم من میگم روزی که مثلا حالا مسئولیت با منه استراحت کنید شما بده نمیشه ما هم بالاخره نمیتونیم بشینیم یکی کار کنه دلیل که کنار هم همینجا میتونیم بیاییم همینه سعیده هانی مدیتیشن منو ببین چه بادمجونای سرخ کردم منم پیچیدم اومدم بغلش یه دونه خوردم من تمام کارا رو خیلی هم جواب میده حتما این کار رو بکنید اگه نمیکنید تمام کارا رو با آره با عشق انجام میدم مثلا بهترین دیدگاهشو در نظر میگم بادمجونا که سرخ میگه بود اینا سرخ بذارم کنار فعلا اینجوری نیستن آره به خاطر همین خیلی تو کارم حالا کار خونه باشه آشپز باشه لذت میبرم الان اینو دیدم گفتم چقدر خوشگل این بادمجون سرخ شده ها بگم تمام دلیلشه که دمپایه خاله و هر دو تا همه میزن اون رو همینم دلیلشه که نمیخوای کسی دست و پاد باشه آره چون که نه با باور کنم میگم شما هم استراحت کنم آره. ماما نرگس داشت میگفت از اینکه شما قدیما خیلی خیلی رفتارت تفقیرانه بوده یا ماما خیلی سخت میگه از مامان بیشتر من میترسیدم تا بابا ترس که نه ترس مثلا حساب میبردم آره خیلی مثلا منضبط روی رفتار و چیزای ما بود اصلا حرف بد اصلا من کلن بچه خیلی جدی بود شما به همه بگو شما من هنوز ماما به مامان میگم شما دوستم گفتش که با مامانت زیاد تفاوت سنی نداری اینقدر مثلا اینجوری حرف میزنی گفتم دیگه ما اینجوری بار بدیم مامان اینجوری بار بدیم گفتم با بزرگتر همیشه شما سلام زودتر بزرگتر می زود سلام کنم آره. داشتیم نگاه که میگه بچه هست آره یه جایی که میشسته بود یه بزرگتر میمد باید پا میشدیم جامون رو میدادیم دیگه میوه جایی میرفتیم اصلا خودمون نباید برمیداشتیم میذاشتم برامون اینا رو همه تذکراتی بود که قبلا بهمون داده بود بعد کلا تو روند زندگی هم حالی این بود کارتو به کسی نمیدی همچنی با ادب کارو خودتو میکنم دیگه مامانی تو حتی مامانی هم به خاله که بچه کوچیک‌تر بوده قدی سختی نبود آره اینه که من مامانی سان بردم این خانم سان بردم کلن بچه های اول لوس کرده همه تو گفتن اتیو لوس کرده بود اتیو مثل من که سانازو لوس کردم حالا این اندازش خوبه همه نظر نیست تنگی؟ نه گشاد نیست تنگی ولی میکشید خیلی گشاد نیست بچه اول بودم ها؟ من رو بچه اول بودم ببینم گشاد رو این مثال خود این الان این نیست اون یکی ببینم اتون ادا منم میخوام این گوشواره ها رو مولود واسم از استرالیا فرستاد این گوشواره ها رو همه ریزه به درد شما ها خورد نگین و هانی و سعیده منم که گوش ندارم اینم خیلی دوستشم با اون سایی دیگه همه به من نمیخوام بسید شاها هم کنم بچه من با افقه ها به منم ندارم چیز بریز نه به سارا زدی نه من با قهری چرا؟ خداحافظ دیگه اینجا نه خواهی ندیری خداحافظ من رفتم به نیستان ازم بدونم بیا بازم در اون دیگه نمیخوای نه اون لازم نداری اونو نه قرمز داری هنوز به درد در کنم کنم دارم این رو جرمجو کنم کمکی این رو جرمجو کنم
دمنوش بخورد بچه ها خستگیتون در برسی همینگه خسته نباشی دمنوش مهرگیاهه از شیرازی خریدم لیمو عمالی داره به لیمو بادرنجوبیه بعد بچه ها جالب اینه که اینا رو خریدم گوشتم تو کمد یادم رفته بخورم یادت رفته آلزایمر یعنی یعنی دمنوشو اگر هم که اینجوری کیسه ایشم اون خاصیت داره یا دم کنی بهتره نه دیگه همونه فرق نمی کنه آره تو دمنوشان دیدی توی لیوانا میذارن میکنن یه 5 دقیقه بیشتر دم کردن نمیشه. من حتی شنیدم چای سبز رو نذارید دم بکشه. خاصیت نمیده. چند دقیقه فقط داخل یابو. نمیشه تو کیسه یه اون خاصیت رو داره. بچه من چای سبز رو زیره برداشتم چربی آب کنم. چربی داره دیگه تو به نظرت؟ چربی زیاد. بچه چی بامزه است. نگاه کن. آره. بریم بخریم. این چیه گذاشتید؟ گونه و من پنیرک خیلی دوست دارم اونو برداشم که پنیرک من بهیلیمو خیلی دوست دارم ایفی شما چی میخوایی؟ من نمیدونم چی دارم این چی نارنجیه؟ نارنجیه؟ چای سبز و زیره نه؟ آره سنا داره بشه میدره گیا مامان جان آدم آینده نگریه از الان داره واسه بعد نما رو آماده باشه آره خلیصتون بذارین دی اینو دیدم گفتم اینو بذارم کلت رو برد آره دیدم رفت بچه ها کوچیکه خوبه به نظرم نه کوچیکه هست دو تا قابلمه دم کردی درش باز کنم آره دیری دیری یکم حاضرید ترچین روش هیچ قشنگی نداره اصل ماجرا زیرشه آره. این که دوست داره جدید رو سنگر میاریم یه سینه هم اونجا یه خاله خیلی دوست داره قشنگه رو تختیاش هم هست دیدی؟ اینو خاطر رو بر نگردیم آره فعلا من هم همین نظرشم اون یکی آخه زیاده بیسه باید ببینی؟ نه خب قسمت حساس ماجرا اوه بعد قسمت هیجان آفرین رنگ شهید آل شده وای 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 سبزی رو ببرم بریم بشین خاله صدا بزن پس اینکه کیو برنگردونی؟ میخوای برگردونی خاله بگو آخه زیاد اینو حالا بخوریم اگه خواستیم این تشنه چیزه بادم جون و گوشته خیلی هم خوشمزه میشه آموزشیش هم تو کانال هست بعضی موقع یه چیزایی درست میکنم دوستان میگن داشت میگفتی چه جوری درست کردی اینا که آموزشاشو دارم دیگه نمیگم به نظرم یه برشش بیا بالا من که خیلی دوست دارم منتظر خاله این آره خاله بیاد شروع کنیم این موشیدنی رو میدونم آب نیدونم آه حالا این نه دیگه حالا فوقش خراب شه نه دیگه داریم دیگه بس سخت نمیگیریم مامان جا شما برو این باید میدونم برگرد آره من همین
بازم عالی برد خوش نتیه بیار بخور میذاره از این ترشی هم خوش که چون اینم لباس سوم آره دست تو نباشی خیلی خوشگل میگشت دست در به سلامتی بپوشی باش ویدیوهای خوشگل خوشگل میگی. مرسی. فکر می‌کنم همه بیشتر ذوق کردی. آره چون این لباس سنتی خیلی خوبه. آره. فکر ایوون مثل همیشه کارامون هم مثل همیشه. آخ 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 آخ. چی؟ خدا. بچه خونه که. هوا خونه که. خیلی خوب شد، دست درد نکنه. خیلی میکنم، مبارکت باشه. حالا سلامت باشه. دل تو دلمون نیست که بریم باش فیلم بگیریم. آره میگیریم. آشتو پرسیم. خدا. یه عکس هم از من بگیر. سلام صدات میزنه. بایستم، بایست عکس بگیریم. بیا، بیا، بیا عکس بگیر. وای خدا. بخندید.